سلام به همه ارادتمند. قبل از هر چیزی میخوام تشکر کنم از آقای رسول صدراملی که به شدت همراه این فیلم بودن و به دلیل یه مسئله یهویی پیش اومدش که امروز متاسفانه نمیتونن باشن، از سید مازیار هاشمی که به عنوان مجری تر نفس به نفس با فیلم اومد و کسی که اگر نبود واقعا فیلم امسال ساخته نمیشد، آقای محمد صادق رنجکشان. خواهش میکنم تشویقشون کنیم. به شدت آدم دوست داشتنی و دغدغه‌مند سینمای مردمی. من خواستم بگم که پروسه ساخت این فیلمه پروسه به شدت پیچیده‌ای بود، به دلیل اینکه شرایطی که همه فیلم ها دارن یه ذره داغ‌تر و ماجرادارتر بود. ما از با حسین و پدرام که رفقای چند ساله من هستن از بلوش یک سال خورده پیش 8 ماه منسجم روی فیلمنامه کار کردیم و ایده مرکزی تا اجرا رو با همدیگه درآوردیم و به شدت زندگی کردیم با تک تک کاراکترها. شاید سوال باشه که چه شکلی میشه 3 نفر یه فیلمنامه ای رو بنویسن. در پاسخ به این سوال میتونم بگم که همین شکلی. این شکلی چندین بار حرف زدیم، روایت‌های مختلف رو تجربه کردیم، سکانس‌ها رو تک تکمون بازنویسی کردیم و با هم دیگه کلیت فیلمنامه شنای پروانه رو شکل دادیم که به نظرم میرسه فیلمنامه پرفراز و نشیب بود. چه تحقیق میدانی داشتیم؟ تحقیق میدانی این فیلم 30 سال طول کشید. 33 سال طول کشید. یعنی از بچگی من تحقیقش، چون خودم بچه این بافتم و حسین و پدرام هم غریبه نیستن اصلا با این بافت، و حالا تجربیات و مشقایی که توی مستند انجام داده بودم به نظرم میرسه تو شهرهای مختلف، اصفهان فیلم ساختم، تبریز فیلم ساختم و تهران و شیرازم فیلم ساختم و اساسا فکر کردیم بافت جنوب شهری رو خلق کنیم که همزاد پنداری ایجاد کنه با کل کشور و بافت جنوب شهری. اما فیلم درباره جنوب شهر نیست، درباره آدم‌هایی است، مسائلی هستش که با اقشار مختلف میتونه ارتباط برقرار کنه و اینکه فقط بافتش جنوب شهره، اما دغدغه‌اش دغدغه جامعه امروزمونه که مبتلا به جامعه است مسائلش. سلام می‌کنم خدمت همگی. راستش رو بخوام، من وقتی که فیلمنامه رو خوندم و به سکانس پایانی این نقش که رسیدم، فکر کردم که چرا آقای کارت این نقش رو به من پیشنهاد دادن. این شد که فیلمنامه رو ادامه دادم و رفتم تا سکانس پایانی فیلمنامه و فکر کردم که آها، الان میفهمم چرا به من پیشنهاد دادن. چند تا مسئله وجود داشت. اولا این که من وقتی فیلمنامه رو خوندم حرف فیلم رو خیلی دوست داشتم، یعنی فکر میکردم شاید یکی از دغدغه‌مندترین فیلمنامه هایی بود که من امسال خوندم و با شناختی که از محمد کارت و کارهای قبلیشون داشتم میدونستم که قطعا فیلم ویژه‌ای خواهد شد و توی عناصر مختلف اتفاق خیلی سینمایی و درجه یکی میفته. و دوم این که به نظرم باز وقتی فیلمنامه رو خوندم فکر کردم من هیچ کدوم از زنای این فیلمنامه رو به اندازه پروانه شخصا دوستشون ندارم و دلم نمیخواد بازیشون کنم. اتفاقا تنها نقشی که دلم میخواد بازیش بکنم پروانه است. و بعد از گپ و گفتی که با خود محمد زدیم، خب چند تا نکته رو مطرح کردن. اونم این که این فیلم، یعنی این نقش در واقع داره قصه ای رو شروع میکنه و ما باید با همون چند تا سکانس ابتدایی پروانه در ذهنمون شکل بگیره، تصویرش، گرافیکش، صورتش، بازیش یا هر چیز دیگه ای که ما بتونیم در واقع این موتور محرکه رو ران بکنیم باهاش. خب من خیلی پذیرفتم و خودشون خیلی تاکید داشتن که این نقش رو حتما بازیگر حرفه‌ای باید بازی بکنه که در یاد در واقع بیننده و مخاطب بمونه. از طرف دیگه هم از من یه خواهشی کردن. از من خواهش کردن که به برادرم اجازه بده که این ریسک رو بکنه و بیا یه سنت چکنی بکنیم، یه در واقع یه خلاف جهتی بریم که یه ریسک داره. حالا این ریسک رو هر دومون بر میداریم، یا جواب میده یا جواب نمیده، که من اینجا میتونم ازش تشکر بکنم بابت همه قولهایی که به من داده بود. عین به عین اتفاق افتاد. ما
ما سر فیلمنامه یا خیلی سکانسایی که یه جورایی یه تغییرات خیلی کوچیک و ریزی انجام شد توش با هم دیگه خیلی تعامل داشتیم و در نهایت این که هم به قولشون عمل کردن هم من خیلی 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 راضیم از این نقش و فکر میکنم که به اندازه یک نقش بلند برای من کار کرده و برای فیلم بسیار خوشحالم که اینقدر درخشان شده، اینقدر خوش ریتم شده و ممنونم که این اتفاق افتاد و این ریسکه به نظر خودم جواب داده. حالا دوست دارم نظر بیننده ها رو بشنوم. اولا که خب همینجوری که گفتن من همبازی بودم قبل از اینکه بخوام در سمت بازیگر کنار محمد باشم. توی بی خود و بی جهت کارشو به عنوان بازیگر دیده بودم و میدونستم که بازیگری رو میشناسه. بنابراین وقتی به من پیشنهاد میده که یه نقش کوچیک براش بازی کنم، قطعا اون نقش این ویژگی ها رو داره که یک بازیگر رو بخواد وسوسه کنه که قرار بگیره تو اون موقعیت. یکی از دلایلش هم این بود که میدونست من آدم ریسک پذیریم و دلش میخواست که این نقش مو نداشته باشه. اما از همه اینا مهمتر علت این که قبول کردم این بود که برخلاف ظاهر مردانه فیلم به شدت فمینیستیه، به این دلیل که همه زنهای این فیلم قربانین، چه کاراکتر من که با یک اسم مردانه و با یک ظاهر مردانه تلاش میکنه خودشو توی بدترین شرایط حفظ کنه، از چهرش و از زنانگیش میگذره فقط برای اینکه شرایط دیگه‌ای برای زندگیش تعریف نشده، باید تو اون محل زندگی کنه و چاره‌ای نداره جز اینکه از صورتش و زنانگیش بگذره. و در کنار اون هر چی زن توی این کار میبینین قربانی موقعیت‌های اجتماعی هن که به غلط مردها ساختنش. به نظرم میومد این حرف با وجود اینکه در زیلایی کاره ولی انقدر پررنگه که برای یک زن وسوسه است بازی کردنش. از همه اینا مهمتر این که قرار گرفتن توی گروه درجه یک با یه فیلمنامه فوق‌العاده فرصتیه که همیشه به دست نمیاد. من عاشق همتونم و به بودن توی این پروژه افتخار میکنم. به نظرم میرسه به دلیل فراز و نشیب قصه و ریتم تند پوسته بیرونی فیلم، من با همین دیروز یه جامعه آماری از جنوب شهر و شمال شهر سالونا رو سه تا رو نشستم، صورت ها رو فقط نگاه کردم، به نظرم میاد ریتم نمیفته و چیزی که الان مؤثر فکر امروزمونه تا امروز که 13 بهمنه اینه، تغییری فکر نمی کنم قرار باشه بدیم. مثلا یکی از ویژگی‌های مثبتش ریتم خیلی خوبشه، چون ما خیلی از فیلم‌هایی که می‌بینیم یکی از مشکلاتمون همین کند بودن در حد ریتمه. این ریتم من فیلمی که شاید روز دیدیم در جشنواره است، حالا ستای که دیروز در آورد و اینکه این ریتم در هم ریتم بیرونی داره، یعنی به خاطر اون دکوپاژی که هست و در واقع در اجراء در واقع قصه و روایت وجود داره، یه تعلیق درونی هم قصه داره به خاطر اون مکاشفه‌ای که داره قهرمان قصه که حجت باشه انجام میده و این یه ریتم درونی هم ایجاد میکنه. یعنی این دوتا باعث میشه که یک شتاب اتفاقا تو ریتم اتفاق بیفته که مثلا ویژگی مثبت داره. خیلی کوتاه باید سه تشکر بکنم از رسول سرراملی عزیز که اگر نبود واقعا این فیلم ساخته نمیشد، جناب آقای رنجکشان که من بسیار دوستشون میدارم و معتقدم که دغدغ مندند در حوزه سینما و دست مریضات با من، سید مازیار عزیزم نمیدونم کجاست، خیلی خیلی خسته نباشید میگم ساره واقعا چند توشونه من ها الان پایین نشستم از داشتم به خدا. اولا که روزی که محمد کارت به من زنگ زد برای این نقش من خندیدم، گفتم محمد کارت اساساً یک تعریفی از امیر آقایی وجود داره که شق و رق و نمیدونم شیک و روشن فکر رو کنه، چرا از کی به من رسیدی؟ گفت حالا من فکر کردم که میتونی نقش رو بازی بکنی
گفتم دلم نمیخواد اینو بگم ولی من خیلی تحقیقات میدانی لازم ندارم، من فقط یه خورده گذشتم یادم بیاد همین. من هم مثل محمد از طبقه ای اومدم که نیمی از بچه محله‌های من زیر خاکن، نیمیشون زیر وک، و خیلی عجیب نبود شناختنش، فقط روی این خاطرات یه مش خاک ریخته بودیم که اونا رو جارو کردیم و یه بار دیگه کشیدیمشون بیرون. آقای من به دلیل شرایطی که گفتم یه ذره پیچیده بود ماجرایی تا رسیدم به پیش تولیدمون، من احساس کردم که به دلیل همین پرسونایی که آقای آقایی دارن و تصوری که ازشون وجود داره، بازیای خوبشون رو دیدیم اما یه پرسونایی دارن، ولی به نظرم رسید این جایی هستش که اون ویر بازیگری که من دوست دارم تو فیلمام باشه، آدم‌ها اون چیزی که هستن رو بشکنن، و فکر میکنم شرایطی فراهم بود توی پروژه، من تنها فقط تونستم جوی رو مدیریت کنم که تک تک آدم‌ها از تیم پشت صحنه، تک تکشون، اینایی که اینجا نشستن و یه تعدادشون پایینن و یه تعدادشون نیستن، تک تکشون بهترینشون رو کنن، و تنها این جوه باعث شد که الان احساس کنیم که هر کسی قالبش رو شکونده و یک نقش جدیدی بازی کرده و هر کدوم از عوامل تجربه جدیدی براشون هست، و من از این بابت به شدت خوشحالم که اتفاق افتاد. من میخواستم بگم که اینم باز از هوش کارگردانی آقای کارت میاد، به دلیل اینکه مهندسی چیدمان بازیگرها در این فیلم خیلی ویژه است، خیلی ویژه است، و فکر میکنم خیلی دقیق میدونست که کی کجا و چرا باید قرار بگیره. الهی قربونش برم، جای آقای علیرضا داوود نژاد هم خیلی خالیه اینجا، شمال بودن نتونستن بیان، به شدت منت گذاشتن سر من، به شدت تعریفش رو شما میدونید، به شدت آدم جریانساز و متفاوتی توی سینما هست، و من خوشحالم که خود بخت با من یار بود و زلفمون به هم گره خورد، اولین بار تو فیلم من بعد از این همه 50 سال کار کردن حسن حضور داشتن و لطف کردن به من. این تایتلی که برای من تعریف شده اساسا، من همیشه فکر میکردم که نقش رو باید زیست درونی بازی کرد، شخصیت باید، تا هنوز هم همین فکر رو میکنم، اما بعد از اینکه فیلمنامه رو خوندم به خودم این حق رو دادم که بعد از 22-23 سال از تئاتر به این ور یک بار حداقل منم رگ گردنم بزنه بیرون دیگه، چه ایرادی داره؟ به نظرم این گروه خیلی درجه یکی بود، علتش هم این بود که شما یک سوالی کردین از دوستان بازیگر که نقشه کوتاه داشتن، و به نظرم همین ثابت میکنه که تک تک آدم که تو این گروه بودن آدم های شعاف یا عکس کار نبودن، همه عاشقای سینما بودن، و برای اینکه در یک فیلم خوب قرار بگیرن فرقی براشون نمیکرد که چقدر توی اون فیلم نقش دارن، دمشون گرم. توی رنگ، توی صحنه، آقای سعید حسنلو با معاشرت فکری که با هم دیگه داشتیم، خانم غزاله معتمد فیلمبردار درجه یک، آقای سامان لطفیان، هممون نه رنگو از فیلم کشتیم نه نمای بازو از فیلم کشتیم که تحکم کنیم که توی فضای خفه‌ای رو باید به عنوان تماشاگر ببینیم. کاملا هر چیزی توی فضای فیلم هست مطمئنا دلیل داشتیم، به دلیل اینکه این فیلم یک وضعیت به نظرم میرسه جذابی برای من که داشت، تا این روش کار من توی بچه خورم بود و با سامان لطفیان و اسماعیل علیزاده تدوینگرمون، ما تو 20 روز 25 روز پیش تولید کردیم فیلمو، و نشستیم با هم 2 روز قبل از تولید استوری بورد کل فیلمو زدیم، یعنی تک تک اعضای گروه میدونستن که 0 تا 100 فیلم چه پلانایی خواهد گرفته شد، و فکر میکنم که این هر چیزی تو فیلم هست همش سعی کردیم فکر شده باشه و هیچ چیزی تصادفی نباشه. اساساً به دلیل مهاجرت خیلی از شهرستانی ها وقتی که به تهران میان، این مال همون طبقه است که ما تجربه کردیم، وقتی که به تهران میان نمیتونن صاف بیان وسط شهر یا شمال تهران، اینها در حاشیه شهر
زندگی میکنن. یک اسلنگی وجود داره به اسم اسلنگ آذری، یعنی آذری زبانهایی که میان در پاکدشت یا خیلی جای حاشیه شهر وقتی زندگی میکنن، اینها از مشاغل خیلی خوبی برخوردار نیستن. ناخودآگاه، نه الزاماً این قوم که خودم آذریم، اساساً اونهایی که در این حوزه زیست دارن به مرور زمان وقتی که گندلات محلی میشن، اون لهجه که با خودشون آوردن قاطی لهجه فارسی میشه. توی این آهنگی که در از شخصیت هاشم داشت، تنها چهار حرفش میزنه: ج، چ، گ، ک. اگر قرار بود ترکی باشه یا آذری باشه که لهجه نیست، من میگم که اسلنگه، اگر قرار بود باید آهنگ جملات هم تغییر میکرد یا واژگان دیگه هم باید دوچارش میشد. من خودم ترکم، خیلی هم خوب بلدم به هر لهجه ترکی رو صحبت بکنم. مطلقا این لهجه شهرستانی نیست، اسلنگ لاتیه. دقیقا. منم یه نکتهی بگم که یه جورایی همجوری که اینه لغتنامه ده خدا بلده چجوری از تهیشو در آورده امیر، فکر میکنم که این سیس لاتی تک تکمون به شکل کاریکاتوری احیانا دیدیمش و اغلب آدمایی که جنوب شهر رو از تو اینستاگرام پیگیری میکنن، فکر میکنم که من تلاش کردم که کلن مسائل اجتماعیمونو از تو اینستاگرام و فضای مجازی پیگیری نکنم. من داخل اون آدمایی هستم که ازشون فیلم میگیرن و به نظرم میرسه این نکته که امیر میگه درسته. حالا این قضیه دایی هاشم کاراکتر فیلم که پرویز کافر بوده، مادره که با بازی عالی خانم ناهید مسلمی که به شدت براشون احترام قائلم و بازیگر خوبی هستن، ایشون هم لهجه ترکی دارن که این پیشینه‌ای که آقای آقایی رو میگن و ما هم به تماشاگر گوش زد کنیم. طبیعتاً از اولی که با حسین و بدران ما فیلمنامه رو می‌نوشتیم، می‌خواستیم یه فیلم قهرمان محور و پرسوناژ محور کار کنیم و فکر می‌کنم بازی جواد عزتی و هوش جواد عزتی و شخصیت جواد عزتی و همراهی جواد عزتی باعث شد که این قهرمان مرد از دل مردم تبدیل به یک قهرمان تیپیکال بزرگی که نشه نگاش کنی و از دور شبیه خودمون نباشه نشه. هوشمندی جواد عزتی باعث شد که از یک آدم معمولی یک حرکت قهرمانانه تو فیلم انجام بده و فکر میکنم که اگر نماینده فیلم من داشته باشه از جنوب شهر، از بچه های بامرام و خلص جنوب شهر، کاراکتر حجته. یعنی من خودم فیلمی نمیخواستم بسازم که چون خودم بچه جنوب شهرم ضد جنوب شهر باشه. اغلب و اکثر بچه های جنوب شهر مرام مسلکشون مرام حجته. یه تعدادی هم هستن که مثل هاشم و مسیب هنجار شکنی میکنن و جای خوبی برای زندگی نمیکنن اونجا رو. در واقع چیزی که ما سه نفر تو فیلمنامه تصمیم گرفته بودیم باشد یک آدم معمولی در طول فیلم تبدیل به قهرمان بشه، یعنی خود فیلم اون رو تبدیل به قهرمان میکنه. مسئله فیلم، مسئله این جهان خشنی که داره نشون میده، من یه جایی صحبت کردم تیت کردن لاتگرافیه. به نظرم میاد هر کدوممون تو هر قشری، چه ورزشکار، چه بازاری، چه سیاستمدار، چه سینماگر، هممون یه گندلات درون داریم که میزنه بیرون و این گندلاتیه رو گاهی بر ضد همدیگه میان رفتار میکنیم. مسئله امروز ما گندلاتی دیگه با چاقو نیست، با اسلحه ای هستش که تو دست تک تکمون هست. این اسلحه رو میزنیم رو شونه همدیگه، رو سر همدیگه و از سر همدیگه میریم بالاتر. تو قشر خودمون هست، من دوست دارم یک سینما باشم، اون دوست داره یک ورزش باشه، اون دوست داره یک سیاست باشه، اون دوست داره یک بازار باشه. گندلاتی مسئله فیلم هست، جنوب شهری مسئله فیلم هست، اما ما رو قراره، امیدوارم این اتفاق بدون ادعا، یه مشق برای من. شنای پروانه هیچ فیلم بزرگی نیست، یه مشقه که بدون ادعا تلاش میکنه معضلی رو بگه که تو تک تک زندگی تک تکمون وجود داره. ما هممون یه گندلات درون داریم. تو یک جامعه‌ای که فیلم داره نشون میده بدون اینکه نگاه توریستی داشته باشه، من دوباره تأکید میکنم، من کوچک
بچه جنوب شهر هنرجوی سینما، من رهگذر جنوب شهر نیستم، من توریست جنوب شهر نیستم. سعی کردیم یک فضایی رو نشون بدیم که این از دل خشونت، همونطوری که خانم بهرام گفتن، هیچ اسمی پشتش نمیذارم، ولی زنان قربانی و یک جامعه مردسالار افراطی که احیانا خود میشه هر گونه زنانگی توش، و فیلم هر چقدر پوستش خشنه، از روح پروانه و حضور پروانه تبدیل به یک مرثیه‌ای برای پروانه ها میشه. به نظرم میاد که این اتفاق رو تلاش کردیم بیفته که در زیر لایه فیلم زنانه باشه. پوسته خشونتشو اگر نشون ندیم، شما از خشونت انزجار پیدا نمی‌کنین. و فکر میکنم وقتی آدم میخواد یه چیزی رو نشون بده، شاید تا دینش رو نشون بده، تأثیرش بیشتره. اون جمله کلیشه‌ایه که داروی تلخ بدی بخوره حالش خوب شه. هاشم طبقهش مشخصه، شغلش هم مشخصه، فیلم برهنه زنش در اومده، چیکار کنه؟ اسمس بده؟ قبهش رو میکشه. خواست درامه. این خواست درامه، به اعتقاد منم خواست درامه. من مستند بختک رو ساختم، شما میگی با چوب دعوا کردی، با چوب زدن تو سر کسی. من تو مستند بختک تک تکتون فکر کنم اگر ببینیدش، تو فیلم قمه میزنن تو سر من و تصویر میاد رو من، اینجا زخم میشه. کله بچه جنوب شهر سفته. این فیلم درباره حاشیه تهران نیست، در مورد جنوب شهر تهران هم نیست، درباره جنوب شهر کل کشوره. گفتم اول صحبتم، گفتم تلاش کردیم یه فیلمی بسازیم که تو شهرهای مختلف لاس باف، دروازه کازرونی که من بزرگ شدم، کوچه هایی که داریم نشون میدیم، این هم اینجاست. انتقام شخصی فیلم گرفته، از کسی نمیگیره. فیلم قرار نیست درامش بر اساس انتقام باشه، یک سفر قهرمانه که حجت طی میکنه و به حقیقت میرسه. انتقامی هم که آخرش میگیره، انتقامی نیستش که مسئله شخصی باشه، مسئله جمعیه. و به احساس میکنه به نظرم کاراکتر که تو اون بافت یه تعدادی میتونن نباشن. به نظرم میرسه که این اقدام هوشمندانه‌ایه. کاراکتر قهرمانی اگر قرار پرورنده بشه، ضد قهرمانش باید برعکس محکم باشه، بندازش تو چاله هر کارش کنه ای طوریش نشه. تو فیلم‌های خارجی می‌بینیم میگیم دمشون گرم چقدر آرنولد خوب بازی کرده، ولی اینجا یه ذره سینماش می‌کنیم میگیم که این همه زخم خورد، چرا سه روز بدون آب زنده مونده بود؟ اصلا ممانعتی ما نداشتیم، نه تو ذهنمون توی فیلمنامه، نه توی اجرا. به نظرمون رسید سوژه ما نیستن، جایی که باید تو درام شراکت کنن میان شراکت میکنن و جمع میکنن میبرن و یه جورایی فاتح اون ماجرا اونا میشن. خواست درام نبوده، چون سمت فیلم ما سمت حجت، هر وقتی حجت نیاز به پلیس داشته بود. برای درست کردن اطرافت باید از خودت شروع کنی. وقتی خودتو درست کنی، سرنوشت هر کسی دست خودشه. آخر شعار نیست، سرنوشت هر کسی دست خودشه، سرنوشت هر خانواده‌ای دست خودشه، سرنوشت هر ملتی هم دست خودشه. به نظرم میرسه که این چیزیه که فیلمه میخواد بگه. حالا بافتش جنوب شهره. من یه نکته‌ای بگم، چون امیدوار هستم که یادم نره یهویی بگم، دوست دارم بگم که یه حظ کارگردانی تو این فیلمه بردم که امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. جنس‌های مختلف بازیگری، سطوح مختلف بازیگری تو این فیلمه قبول زحمت کردن، اعتماد کردن به من، اومدن. از چهره‌های سرشناسی که اینجا هستن تا بازیگرای خوب تئاتر مثل آقای حسینی نیا، مثل آقای بهروز پناهنده، آقای مطهری‌پور، آقای روح‌الله مهرابی و آدم‌های دیگه‌ای که تازه از هیچ وقت عمرشون دوربین روشون نرفته بود، از دل واقعیت گرفتیمشون، گذاشتیمشون جلو دوربین. حس کارگردانی من هنرجوی سینما تو این فیلمه اینه که همه یه دست سعی کردیم بشه، هیچ کس بیرون نزنه. و تک تک بازیگرامون، آبان عسکری که به نظرم میاد یک نقشش سخت داشت و از پسش بر اومد، تک تک بازیگرا از اون کارتون خواب جابه رو بازی میکرد، همه سعی کردن در دل درام، به اندازه درام و به اندازه فیلم حضور داشته باشن. ممنون از تک تکشون. بله، عرض کنم که الان یه بحثی هم شد، من فکر میکنم که خب همه آدما در یک شرایطی عصبانی هستن، در یک شرایطی مهربان هستن، در یک شرایطی گریه میکنن، در یه شرطی میخندن. و برای من مهمه که ببینم اون کاراکتر عکس العملش چیه، وگرنه اینجوری نیستش که یک آدمی وقتی آدم عصبی یه دیگه دائم عصبی باشه. مطمئن میشین که
تو خونهش مثلا با خواهرش اینجوری نیست، شاید خیلی مهربان باشه. این جنبه هایی که شما دارین میگین من تو همه شخصیت ها باید پیداش کنم، من خودم وظیفه خودم میدونم تو همه شخصیت ها پیدا کنم، ولی خب عکس العمل هر کاراکتر با اون موقعیت فرق خواهد کرد دیگه. مرام مسلکی رفاقتی، میدونم همتون هوشمندین به دلیل اینکه دراممون معماییه، تک تکتون میدونین، من فقط برای اینکه دلم گرم بشه دارم میگم. خواهش میکنم تو نقطه نظرات چه مثبت چه منفی هر چی دلتون میگه حواستون به دراممون باشه که متوجه نباشه. و یه نکته بگم که گفتی که یه نکته بگم، اثر اون صندلی سعید حسنلو، اسماعیل علیزاده، غزاله معتمد، عظیم فراین که گریمش فوق‌العاده است تو فیلم کمک کرده، سامان لطفیان، پدرام پورامیری، حسین امیری، جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی، مهلقا باقری که درجه یکه، و علی شادمان پسر معصوم سینما که اینجا کوروشی بی‌بدیلی رو بازی کرده، پانتا بهرام، آبان عسکری و تک تک بچه‌هایی که اسم بردم پایینن. بچه‌ها دمتون گرم. ما با هم مثل خیلی از جمله کلیشه‌ای میگن ما خیلی یک دل کار کردیم. من اینجا میخوام بگم ما همخون کار کردیم با هم دیگه.